سوال کردن که با توجه به نزدیک شدن ماه مبارک رمضان، بفرمایید که دختران کم سن و سال، دخترانی که به 9 سال رسیدن و الحمدلله رب العالمین امسال از طرف روز خداوند اولین مجاز هستند که روزه بگیرند و روز اولی به حساب میآیند، ولی توانایی جسمی زیادی ندارند و شاید دچار مشکل شوند، چیکار باید بکنند؟ در مورد دخترانی که به سن تکلیف رسیدند و واجب است روزه بگیرند، اگر توانایی بر روزه گرفتن رو دارند، به این معنا که اگرچه با سحری خوردن مقوی یا با بیدار ماندن در طول شب و تغذیه و نوشیدن آب و نوشیدنی های دیگر شب رو به سحر برسانند و خودشون رو تقویت کنند و فردا رو استراحت کنه، کلن این روز ماه رمضان رو استراحت کنه، روزه خودش رو بگیره. در این فرض فرمودن واجب است که روزه رو بگیره اگرچه که از لحاظ جسمی ضعیف باشه، مگر اینکه یقین بکنن که روزه گرفتن برای این 100% دیگه ضرر داره. یعنی اگر روزه بگیره حتما یک ضرر کلی متوجه این دختر خانم میشه. فرض کنید که کلیاش از کار میفته یا معدهش خونریزی میکنه یا احتمال داره که تو کما بره. اینجور ضررهای کلی اگر احتمال داده شود، این حکم مریض داره دیگه، حکم بقیه انسان ها رو. مایی که مثلا الان آدم بزرگم به تعبیری و از طرفی هم سالمم، اگر بترسم که همین فردا اگر روزه بگیرم من مثلا کلیم از کار میفته، اینجا حرام روزه بگیرم. اما اگر نه، احتمال ضرر یا یقین به ضرر وجود ندارد، بلکه فقط ضعف میکند، سخته، مشقت داره براش، حرج نیست، مشقته، خوف ضرر نیست، سختیه. اگر این سختی باشد، در این فرض میفرماید که روزه ساقط نمیشه، باید روزه خودش رو بگیره. به یاد داریم خدا رحمت کند در گذشتگان همه بینندگان عزیز رو، مادران گرامی قدیما یاد ما میاد، وقتی دخترها روزه میگرفتن برایشون سخت بود، اینا رو پشت میکردن راه میبردن، بله بله راه میبردن، بایشون حرف میزدن، بازی میدن به تعبیر ما، که این ساعتش مثلا تیر شد به تعبیر ما، زمان متوجه نشود و روزه رو بتونه تا شب برسانه. و بعد اونجا یادم هست که میگفتن و در روایت هم هست که بعضی از فرشتگان فقط مخصوصا منتظر اینه که این روزه اولی افطار کنه که ثواب روزه ای رو ببره بالا. و چقدر افتخاره که در خانه انسان از این فرشته های کوچولو، دختر خانم های روزه اولی وجود داشته باشه. در این فرض میفرماید که اگر سخت روزه گرفتن، خب با همون تقویت کردن در سحری و در طول شب روزه خودش رو باید بگیره. اما به هر حال اگر روزه گرفت و در وسطای روز به خاطر شدت گرما یا به خاطر طولانی بودن روز یا به خاطر که حالا یک فعالیت بدنی قبلش انجام داده، به هر دلیلی طوری این ضعف کرد که میترسید که اگر آب یا غذا نخورد هلاک میشه، از بین میره، در این فرض به اندازه ای که از این خطر نجات پیدا کند، یعنی از این خطر هلاکت و عرض کنم از بین رفتن نجات پیدا بکنه، به همون اندازه میتواند آب یا غذا بخوره، ولی کمتر از اون نمیتونه استفاده کنه. این اختصاصی البته به حکم دختران نداره، آدمای بزرگ مردانم، اونایی که مثلا سر کار میره، کارهای سنگینی داره، در کوره ها، نانوایی ها، جاهای اینجوری کار میکنه، روزه از اینا ساقط نمیشه. حتی در تابستان باید روزه خودشو بگیرن، ولی اگر در طول روز یک مرتبه احساس کرد که اگر همین الان آب نخوره از بین میره، کلیاش از کار میفته، قلبش از کار میفته، به اندازه ای که از این خطر نجات پیدا کنه میتونه آب بخوره، ولی روزش باطل میشه. چی حالا این آدم بزرگ باشه یا آدم کوچک باشه، دختر باشه یا پسر باشه، مرد باشه، زن باشه، با خوردن و آشامیدن عمدی روزه انسان باطل میشه، نهایتا کفاره نداره، چون دیگه در مرز حرج رسیده، نمیتونه ادامه بده. اینجا به همون اندازه میتونه آب بخوره، ولی روزش باید نگه داره، ادامه رو تا شب باید نگه دارد، بعد حرام چیز دیگر استفاده کنه، امساک باید بکند. بعد از ماه رمضان، حالا در زمستان یا وقتی که کم حالش بهتر شد و بزرگتر شد،
قضا اینو به جا بیاره. خلاصه این مطلب اینه که برای دختر خانم های عزیزی که 9 سال قمریشون تمام شده نماز روزه واجب است، اگر خطر و ضرر رو یقین پیدا بکنن که روزه گرفتن برای اینا سبب میشه یکی از اعضای بدنش از کار بیفته، مثل بقیه آدم ها اینجا حق نداره روزه بگیره. اما اگر نه، فقط احتمال میده که ضعف کنه یا میبینه که ضعیف شده، لاغر شده، سخته. خب برای همه روزه گرفتن سخته. اصلا روزه رو خداوند قرار داده که آدم با تشنگی های در طول روزه داری بیاد تشنگی روز محشر بیفته. تو نکته همینجا روز قیام احسن و بیاد تشنگی ها و گرسنگی های فقرا بیفته و احساس نکنه که تمام دنیا همینجور گل و بلبله. باید به هر حال این ریاضت شرعی رو بکشه. اون کسی هم که ریاضت میکشه مثلا در بحث های عرفانی، اونا حتی ریاضت به خطا گاهی وقت میبینی چندین روز آب و غذا نمیخورن، با یک خرمای سر میکنن که مثلا این روحش ارادش بر جسمش قوی تر بشه. حالا کار با اونا نداریم که از نظر شرعی ما ریاضات فقط شرعی رو پسندیده میبینیم که همین نمازها باشد و همین روزه داری ماه رمضان روزهای مستحبی.